به رغم نابودی داعش در عراق اما هر از چندگاهی این گروهک که سنی تون رو دست به اقدام های تروریستی در شهرها و مناطق مختلف این کشور علیه افراد بیگناه میزند با توجه به این اقدام های داعش لزوم برنامه ریزی بلند مدت برای مقابله با این سنی های تون رو بیش از پیش احساس می شود همکارم علی اکبری گزارش می دهد سباه نومان سخنگوی دستگاه مبارزه با تروریسم عراق در کنفرانس امنیتی فرماندهی عملیات مشترک و دستگاه های مبارزه با تروریسم و پلیس که در بغداد برگزار شد اعلام کرد که این دستگاه بر اساس معمولیت هایی که مشخص شده است در راستای انهدام شبکه های تروریستی تلاش می کند و این تحلیل و دیدگاه فقط محدود به مقابل با فعالیت های تروریستی نیست بلکه نظارت و ارزیابی را نیز شامل می شود. وی خاطر نشان کرد این دستگاه یک استراتژی جدید را برای مبارزه با تروریسم کلید زده که برای پنج سال با هدف مقابله با سنی های داعش ادامه میابد. نومان تصریح کرد که بیش از 250 قار از آغاز سال میلادی جاری منهدم شده و چندین شبکه تروریستی منحل گشته و سرکردگان داعش به حلاکت رسیدن و عملیات علیه عناصر باقی مانده همچنان ادامه دارد. در این راستا، تحسین الخفاجی سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک در همان کنفرانس عنوان داشت که این فرماندهی با همکاری نیروهای امنیتی در رسته های مختلف روش تاکتیکی نوینی را در پیش گرفته است. وی تصریح کرد فرماندهی عملیات با اعتلاف بین المللی از طریق تحویل گرفتن دستگاه های جدید نظارت بر مرزهای عراق و سوریه و جلوگیری از نقضها و نفوذ نیروهای تروریستی همکاری می کند. و تمامی شکافها در مرزهای عراق با سوریه طی دو ماه آتی پر خواهد شد الخفاجی همچنین عنوان داشت که کمیته های فنی طی دو هفته آتی نشستی را در مورد زمانبندی خروج نیروهای خارجی برگزار می کنند. وزارت کشور عراق نیز از انجام عملیات گسترده علیه گروه های جنایتکار در تعدادی از استانها خبر داد.